اینجا تفلیسه، پایتخت گرجستان، شهر موسیقی، فرهنگ، تاریخ و نون و نمک. در این روز پاییزی هم آسمون و هم زمین خاکستری شده از بوی کباب، ابر، بوهای مختلف غذا و صدای مختلف. اینجا انگار یک چکیده از کل گرجستان جمع شده در کنار هم. موسیقی کلاسیکشون، موسیقی محلیشون، اونجا شرابشون، کبابشون و انواع مختلف مردمشون در یک جا. یه نگاهی بکنید چه خبره. یکی از غذای ملی گرجستانش میگن خینگالی، که یه جور دستپیچه با خمیر مثل راویولی ایتالیایی هست که توش گوشت چرخ کرده و سبزیجاتو میذارن و میبندنش و رازش اینه که هیچ آبی نباید توی این بره، میذارن توی دیگاه خیلی جوشنده. بزنیم وقتی آماده میشه تمام خینگالی میره روی آب و برای من الان دیگه نزدیکه که بهره برداری کنم، بچیننش از این مجمر در حال جوش که ایشون استادشه، باید آبکش منتظر چی میشه. بح. خوب سنگین ها اینا در ازه وقتی میپزه پر آب میندازه گوشتش، این تو پر یه جور سوپ هم توی این هست. بریس میگه زریع تر بریزه تمام شد. این خینگالی ها با گوشت داشته، من گیاهخوارم ولی از دو تا از ایرانی ها خواستیم. اینجا هست، خوب هستی شما پدر و دختر؟ از این خوردین شما قبلا؟ بخورین چجوریه شما که مادر؟ این باید تهش رو مثل این بگیرین، درسته؟ این خانم اینجا رست شد. ما پاره نشه. نه خیلی داغه. داغ هنوز زیاد. آها پس حواست من باشه. بعد یه گاز این گوشه‌شو بزنیم. پس خوب بلدین. و چه خبره توش؟ اول آبشو بابا. آها همون یعنی آب انداخته. چه مزه میده؟ شبیه چیه تو مزه خود ما؟ ببینید گوشت، مزه گوشت میده. همین، به همین سادگی. همین سادگی. خیلی خوب. روش هم فکر می‌کنین مثلا پیتزا خوردین. آها. خمیر پیتزا به چه مزه‌ایه؟ اینم همون. تموم شد راه. بسیارم خوشمزه. چلو کباب گرجستانی این شکلی بدین. بخورین حالشو ببرین. فقط نمیتونم، فقط با تصویر. فعلا اگرم گیاهخوارین، ویجیتریانین، شما میتونین خینگالی قارچ بخورین. بسیار هم لذیذه. ولی فعلا لذت بصری ببرین. ایشون ها لذت چشایی. خیلی ممنون. نسوزین. خوبه ها؟ خیلی خوشه. حالا من برم ببینم چی توش ریختن. آها. زیره. آها این زیره است. زیره، زیره. زیتکا. فلفل تند. Very good. فلفل، فلفل. کف. آه نه چیز گشنیز، گشنیز. کیج گشنیز. آه و پیاز. هی اینجوری چی کنید؟ تون 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 یعنی آنن اخراج میشین. برنام خرمالوهای این کشور خیلی جالبه. سبز اینجا سفتن ولی وقتی هم میرسن خود رو به قهوه کرم میزنن و میشه توشو برید و این حالت ژله‌ش خیلی کمتر از خرمالوهای ما هستش و اینم بهاشونه. به به هیچ بویی نمیده البته ولی حتما خاصیت داره. و اینم انگورای معروفشون که واقعا شاهکارن در دنیا، لازم مزه بید. واقعا عالی، یعنی هم نیوه است، هم شکره، هم شراب آینده است، هم پیش میشه. خیلی خوشمزه است. تنکیو. اینا این
چیزای شبیه به باسلوغه میشه گفت، یا مثلا شبیه لوزیای خودمونه که با نشاسته است ولی با آب انگور حالا بهترش میبینی. اینا خیلی عالی، اینا لواشکای زغالخته است که درست میکنن و واقعا خوشمزه. حتی یه خور از زغالخته هایی که ما انتظار داریم شیرین تره. منم اینجا اومده بودم اینجا قلقله بود پر بود ولی همه‌شو فروختن رفتن. دونه یه لاری و نیم هستش، یعنی تقریبا یک دلار. و حالا وقتی که مزه کنیم اینا رو که تازه تازه است، هیچ کم انگلیسی برای نیست باش حرف بزنیم. یه دو رو به نخ کشیدم از انگوره. حلوا اصلا شبیهش نیست، شبیه کاچیه با طعم میوه یه خورده ترش و نرم نرم عالی. یکیش میاد چیه؟ این انگوری تره مزهش و اینقدر تازه است که اینقدر نرمه. ممنون اینو ست که ست نم. جورجین نیم؟ چورچ خلا. و اینم نون خیلی خاص گرجی هستش بخاطر شکل تنور اینجوری مثل شاخ در اومده. اسمش چیه؟ اسکیوز می، واتس نیم؟ شاتی. با اجازتون. به به. چه هم میگه خالی؟ نون داغ. بین بربری و نون ساندویچ هست. سیخای این مراسم سیخای چوبیه اینو استفاده میکنن استثنا برای همینجا. و این هم گوشت خوکه، کباب گوشت خوک اینجا خیلی محبوبه. و تاغار تاغار یا پاتیل پاتیل هم شراب، شراب قرمز. و اینجا نمونه همه پنیرهای گرجستان میشه. این پنیر مال کاخیتیه که شرق گرجستانه. سبزیجات معطر و فلفل دلمه‌ای توش داره و 9 ماه جای مرطوب نگه داشته شده که کپک بزنه. اینجور پنیر را با قهوه و چای یا حتی شراب سفید خوب میشه. از شیر گاوه. مزه نمکش کنه ولی واقعا مزه چیز میده، سبزیجات میده، مزه خیلی ملایم عجیبی داره. همینطور این پنیر سنتی گرجی رو داریم که تو شراب قرمز خوابونده شده، شراب انگور ساپراوی. مزهش کن. مزهش خود ترشه، چیز جالب و عجیب غریبیه دیگه. اینا ممنون هستن که عادت دارن پنیر رو تو چیزهای مختلف بخوابونن. اینا پنیرهاییه که 2 سال تو عسل خوابونده شده. برگ نعنا هم توش داره، نوعی پنیر کوهستانیه. Can we taste that? خیلی جالبه. پنیر توی عسل، آخه کی این کار میکنه؟ عسل و نعنا. آها. Yes. پنیر با عسل. انگار پنیر رو با مربا بخواییم قاطی کنیم و نعناه. مزهش کاملا توی پنیر هست. فکر نمی‌کنم با ذائقه ما خیلی نزدیک باشه پنیرایی که اینا دارن. اینم پنیر دودیه. آها توش با گوشت خوکه. چی جاله. ببین چقدر قشنگه. Yes, very nice. And this one also you can tell. اینو تو چاچا خوابوندن. پنیریه که توی عرق چاچا که یه عرق کشمش مانندشون، عرق انگورشونه خوابوندن. مزه الکلش بالاست. میشه نتیجه گرفت که پنیرهای گرجستان خودشون یه سفره غذای خلاصه شدن. هم پنیرن، هم عسلن، هم نعنان، هم شرابن و هم عرق و هم دود. بسیار خوشمزه.
به این ارگ کوکی که به طور خودکار میتونه آهنگ بزنه ارگ بربر میگفتن، یعنی ارگ بی اصل و نسب. قبل از اختراع گراموفون برای سرگرمی از این ارگ بربر تو خونه‌های اشراف استفاده میکردن. حتی در کاخ قاجار هم یک نمونهشو پیدا کردن. جالب بود که یه دورگر تو تفلیس باش پول جمع میکنه. حالا ما هم یه آزمایشی بکنم این کاری میشیم. الان این توش چه خبره؟ یکی از دیدنی‌های منطقه قفقاز گرجستان رقص سنتیشونه، به خصوص رقص عروسی که با لباس‌های ملیشون اجرا می‌کنن. البته این روزا این رقص‌ها رو تو رستوران‌ها فهم میشه دید. این شاخهای زینتی رو که ببینیم باش کار شده، نقره کاری شده و زنجیر داره. تو این شاخها به رسم باستان هنوز شراب می نوشن. یعنی شاید اولین لیوانهای دنیا این شاخها بودن که توش خالی می کردن. و الان دیگه به صورت تزیینی در اومده، جفتی هستش. اینا سر مهمونی هاشون اون مرحله آخر میخواری اینه که دیگه این شاخ رو میارن بیرون و بعد یک ضرب هم هرچی توی شاخ هست رو بنوشن تا خالی خالی بشه. اینا شاخهای طبیعی قوچهای کوهی هستش که میشن باش بنوشن. و اینا شما میتونید بگیرین و یه ضرب بریم بالا. و اینجا تمام وسایل شراب رو اینجا میفروشه این آقا. خمرهای شراب تو اونجا هست، پیاله هاش و خمهایی که تو شراب میندازن. و این یکی از خمهای معروف این کشوری که شبیه خمهای ما در ایران هم بوده، خمهای سفاری که اینا رو توی زمین میذارن و انگور توش میذارن، درش رو میبندن تا انگور توش عمل بیاد و بشه شراب ناب. باز شد دیدگان من از خواب، به به از آفتاب آرم تاب. از این هتل دوره صفوی، البته مدلش ها، توی این سراشیبی وحشتناک ماشین رو دنده عقب مجبورم برم، بعضی وقتا نمیتونم بکشم برم اون بالا. میریم طرف کاختی که منطقه شرابخیز گرجستان هستش. یه چند ساعتی تو راه این با رفیقم. کاروان ماشینه آخر سیستم خانواده ایرانی که همراه ما هست. آقا چاکم خوبی؟ هنی هم مامان. از تسلیم سیستم یه سوم راه اتاق کردیم برای این جریان ها. خب پنیر بگیریم؟ بله بله. اونا که به سمت دارم میرم به سمت کاکاتی، اینجا میگن خرید میکنن نون تازه، پنیرهای تازه. من خیلی شورم. نون بایی بریم. اوه این خان ببین چه خام تایی تنه میره. نمی سوزن این تو میره؟ یه خیلی خیلی صورتش معلومه، ولی خب کارم دیگه. بله. و چند تا نون میزنن؟ دیگه شیر آمدن شد تو فکر دیگه. دو تا کیسه 50 کیلویی تقریبا بین 550 تا 600 تا نون درست. نون درست.
رودش. پس بریم به پاکستان. آره آقای بلور، امروز تقریبا روزهای آخر این هستش که انگورا رو دارن برمیدارن برای شراب. اینجا تو منطقه نزدیک رایون سیکناقی هستیم، شرق گرجستان، ولی یکی از به مرغوب ترین انگورهای سفید تو همین منطقه هست. خیلی هم خنکه و گرد گرد و اینا همه خانواده‌های صاحب زمین اینجا هستن که میان کمک می‌کنن، انگورای می‌چینن، بچه‌هاشون نسلن در نسل اندر نسل خودشون ادعا دارن چندین هزار ساله که دارن این کارو می‌کنن. ولی متخصصش اینجا. علی جان بیا خوبی؟ مرسی. مثلا بیا چند تا سوال ازت بپرسم. با چاغونه. علی 9 ساله اینجاست و تو کار تجارته و ببینید تخصص تو بریدن انگور چیه؟ یه چیز عجیبه که از ایران به اینجا کشمش وارد می‌کنن. برای اینکه اینا خیلی عجیبه چون اینجا پر از انگور است. خب برای اینکه اینجا کلا انگوری که تولید میشه در گرجستان به هیچ عنوان کشمشش نمیکنن، یا برای مصرف خوراکی استفاده میکنن که میخورن، یا اینکه کلا شرابش میکنن. به خاطر همین است کشور ما اینجا کشمش همیشه وارد میشه. پس قوره هم اینا نخوانده اصلا. اینجا یک کار خیلی بد اینه که شما درخت انگور یه نفر رو قورش بکنید. این جریان شراب توی گرجستان چی هستش؟ یکی از صنعت‌های خیلی مهمه، همیشه گفت تجاری، همیشه گفت یه جورایی شناسنامه گرجی هاست همین صنعت شرابه و تولید شراب که معروف ترین شرابش از همین انگور تولید میشه که انگور نیمه شیرین در واقع و به نام تسیناندالی که معروف ترین نوع شراب سفیده تو گرجستان. اینا این اسامی که روی شراب هست همه گرفته شده از همین خانواده خود انگور، یعنی ساپراوی یک نوع انگوره و به قول معروف بهترین مدل شراب قرمزی هم که توی گرجستان تولید میکنن به نام خوانچیکار است. شیرینه خیلی. و فرقش با انگوری که تو شهر می‌خوریم که آنن آبدارتر بودنش نیست، میگه انگار مثلا بعد دو سه ساعت اینا یه خورده خوش‌تر میشه. بله، بخاطر اینکه انگور نشسته است. انگور آب نخورده است، بخاطر همین. آها، فهمم. راز کارو فهمیدی. خوش که لهش کنن، آمادش کنن برای شراب. ما توی یه دهی هستیم و این خونه اون ارباب اون زمین پاکستانیه که دیدیم. شاخه‌های درخت موه، درخت انگور که دارن آتیش میزنن که کباب بزنن اونجا. کبابای خوکش خیلی معروفه، ولی امروز استثنا بخاطر این بعضیا گوش و پوز نمیخورن گوسفند آوردن. اینجا من یه چیز خیلی عجیبی رو پیدا کردم. ببین چه فهمیدم که اینا این خیار مادر ازش تخم خیار میگیرن برای جالیز اینجا. نوچه نوچه شیرین شیرینه وقت نوبر انگور گرجی سفید و جالبه که وقتی که رازی دانشمند ایرانی از شراب الکل گرفت، الکل تمیزترین و تمیز کننده ترین مایه دنیا شد. در جراحی استفاده میشه برای پاکیزه کردن زخم ها و اینکه باکتری همیشه رو از بین میبره. به هر حال این حداقل یه خاصیتشه. انگورها رو چرخ میکنن، بعد کلش رو تو مخزن انبار میکنن که آب انگورش تخمیر بشه. ها، من یه همین رو بزنیم. خب، حالا داره آماده میشه. بله، آماده. یه خونه از این بریزیم. این هم ته این مخزنیه که انگوراش رو چرخ کرده. بیرونی چه هم مونده این آب انگور شراب شده. آب انگور خالص و بسیار شیرین، بسیار شیرین. هر روز فکر کنم یه 3-4 هفته وقت می‌خواد.
گاری نوچترین جای دنیا سانه. یعنی ببینید قشن انگوش دادم میچسبه نوچه نوچه از شکر این انگور های اینجا دستم کرد. این گوسفند امروز صبح قربونی کردم، به سیخ زده شده قسمت مختلف بدنش به عنوان گوشت. من گیاهخوارم معمولا بد میگم. و اینم نتیجه کار خمره‌های پلاستیکی این روزا. شما شراب بدین دیگه، اینا زبون ما رو اصلا نمیدونن. ایشون یکی از این نتیجه انگورایی که دیدی سپاس. اوه اوه چقدر قویه، it's very strong ها. اصلا مزه اون بوش رو نمیده، بوش خیلی میوه‌تر و آبگوره‌تره. این اصلا مزه تمام خونسایی داره و بدون شک خمری در آن است. مجنون این مزیت این شاخهای انگور یا درخت مو برای کباب چه زغاله؟ مزیتش اینه که اینا بسیار نمیدونم اینکه بسات رو اونجا چیدن. پس شاخیه نه؟ نه این شاخ آخر میکنم بذار اولی شاخ شاخو نمیکنم جدی؟ زشته اصلا میگرم شاخ دیم این آبوده نه؟ بده زشته. درست صحبت کنم درست صحبت کنم. رسم میز اینه که یه نفر میشه تامادا، یعنی که کسی که سلامتی رو میده، کسی بدون اجازه ایشون حق نداره مشروب بخوره. جدی میگی؟ بله. و ممکن به چند تا سلامتی رو کنم سر این میز؟ 17-18 سر این سفره که ساعت ها طول کشید جاتون خالی، به دستور تامادا به سلامتی های عجیب و غریبی می انگوری نوشیده شد. زمین های گرجستان، میانمار، برده ها و زندان، این که مردم کشوره دیگه بیشتر بیان اونجا، درد سرا از این کشور بیدون بشه، شاخ هم با آخر رسید، درسته؟ بله بله. این بود ضیافت امشب ما. Шенова суровила мода млия, шен зада пикрамада сердама. در 50 کیلومتری شهر تفریز یک شرابسازی سنتی پیدا کردم که به روش باستانی شراب خمره‌ای میندازه. روشی از شراب انداختن که ریشه باستانی داره و گرجی‌ها تا امروز حفظش کردن. این تیک کوزه رو توی تاکستانم پیدا کردم. به خاطر زینتایی که دورشه و خاکستری بودن مغز سفال کوزه باید خیلی قدیمی باشه. جالبه که این خمره رو تو زمین دورش هم سیمان میگیرن. خدا میدونه چند صد سال یا شاید هزار خورده سال. ایاگو ها ایاگو زوان. یا پلیز کام این. ولکام. نو پلیز. تعارفای ما رو دارن. به به عجب. جای مرطوب. چه جالب، اینا چی هستش؟ اینا همین خمره هاست که تو زمین گذاشتین دیگه، درسته؟ آره. و چرا اینا اصلا تو زمینن؟ Because we don't use yeast. چون که ما از مخمر استفاده نمی کنیم. در این روش فقط مخمر طبیعی که روی پوست انگور هست باعث تبدیل شدن شکر انگور به الکل و شراب میشه. این مخمرهای طبیعی در گرمای زیاد خراب میشن. برای همین خمره ها رو داخل زمین چال میکنیم که خنک بمونن. معمولا بعد از 2 یا 3 روز دمای داخل خمره بالا میره و ما با هم زدنش دمای شراب رو متعادل میکنیم. چند بار در روز 2 تا 3 بار حتی نصف شب بعد بلند شن که این کارو بکنن. اینجوری میزنن. 3 متر. راستی این به تهش نمیرسه. میخوای خودت برو تو خمره. ما همیشه برای تمیز کردن خمره ها میریم داخلش. و این آهکی که برای تمیز کردن خمره ها استفاده میکنم توش میزنم و بیرونش بعد میشورنش. من مطمئنم یه ضرور مسئله قدیمی از عطار نیشاپوری در این زمینه هست. چه جاله عجب اکوی داره. نون و نمک در گرجستان. به به
آخرین کسانی که این کارو کردن در دوره حافظ و خیام زندگی میکردن. خوش به حال من. حالا ما میخوایم سر این خمره ها رو باز کنیم که دورش رو گل گرفتن، سنگ گذاشتن و بعد خاک ریختن روش که این شراب عمل بیاد. من اینجا عکس استادی که این کوزه ها رو 100 سال پیش ساخته بوده به دیوار هستش. آها میزنیم خمیره نیفته اون تو. یه ته بوی آبغوره داره و یه خوره بوی انگور و حالت مثلا مربا بگیم، در حالی که مطمئنم این شراب شیرین نیست. خدا رحمت. It's for you. این به روش باستانی گرجیه، یعنی روش باستانی دنیا. ما شبیه این شاخه رو در دوره هخامنشی فلزیشو می ساختن، بهش هم گفتن ریتون، که گاو بالدار هم بهش وصل می‌کرد. یعنی مهمون نوازی ها، این شاخ بزرگر دادم من. آه اون اول واین یه زب بریم بالا. اوکی 1 2 3. این هم بود شراب گرجی اصل، مدل خمره ایش در گرجستان. بعد از تاکستان های شراب به منطقه کاختی به پایتخت گرجستان برگشتم تا به وسیله یک قطار تسمه‌ای که 100 سال قبل ایستگاهش ساخته شده برم بالای کوهی که وسط شهره.